سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز چهارشنبه 9 فروردین ماه در 777مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. دوئل بزرگ در اردیبهشت، تاریخ دربی برگشت مشخص شد. برنامه بازی‌های لیگ برتر تا ایستگاه پایانی امروز از سوی سازمان لیگ اعلام شد. بر همین اساس تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دربی بزرگ پایتخت سوم اردیبهشت به مسافه هم خواهند رفت. در حال حاضر استقلال با 46 امتیاز به دنبال سپاهان 49 امتیازیه و پرسپولیس هم با 45 امتیاز در رتبه سوم قرار داره. استقلال تا پیش از دربی باید با ذوب‌آهن در تهران، با آلومینیوم در عراق و با هوادار باز هم در تهران دیدار کنه. در طرف دیگه پرسپولیس ابتدا مقابل مثل رفسنجان در رفسنجان به میدان میره، سپس با ملوان در تهران دیدار میکنه و در کرمان هم مهمان مس خواهد بود. ادعای جنجالی درباره سردار، غیبت سرخود آزمون در اردوی تیم ملی. علی اصغر مدیر روستا، یکی از اعضای سابق کمیته فنی، مدعی شد که سردار آزمون برای غیبت در تمرینات تیم ملی هیچ هماهنگی با امیر قلعه‌نویی نداشت. مدیر روستا در همین رابطه گفت قلعه‌نویی خیلی راحت در نشست خبری در واکنش به این سوال گفت برویم سوال دیگر. با توجه به صحبت‌های قلعه‌نویی هم به نظر میرسه غیبت آزمون با هماهنگی او نبوده. حسرت سید حسین در اولین بازی 1402. سید حسین حسینی که در 19 بازی این فصل لیگ برتر برای استقلال به میدان رفت و تونسته 10 بار دروازه خودش رو بسته نگه داره، امید زیادی داشت که شب گذشته در بازی دوباره در ورزشگاه آزادی که با پیراهن تیم ملی برای او رقم می‌خورد در تقابل تدارکاتی با کنیا کلینشیت کنه، ولی ستاره خط حمله رقیب مانع از این اتفاق برای گلر تیم ملی ایران شد. استقلال همچنان منتظر برگزاری جلسه همراه اول. آخرین و تنها راهکار باشگاه استقلال برای پرداخت طلب سنگین آندراس تراماچونی متوسل شدن به یکی از اسپانسرهای خود است. همراه اول که از حمایت کننده های مالی آبی ها به شمار میره، آخرین روزنه امید مدیران استقلاله. در اطلاعیه‌ای که رسانه رسمی آبی ها منتشر کرده اومده که اونا همچنان در انتظار تصمیم نهایی همراه اول هستند. مهدی پور فیکس استقلال در مقابل زوبی ها. رسانه طرفداری مدعی شد که با تصمیم ساپینتو استقلال در بازی با ذوب‌آهن مهدی پور رو در ترکیب ثابت میبینه. گویا ساپینتو تصمیم قطعی خودش رو گرفته و قصد داره در بازی با ذوب‌آهن از مهدی پور در ترکیب اصلی استفاده کنه. تا این بازیکن بعد از مدت‌ها شانس حضور در ترکیب اصلی آبی‌ها رو به دست بیاره.